رونق پرورش ماهی با استخرهای دو منظوره در سرزمین آتش. این رونق به خاطر مدیریت آبی است که با این استخرها صورت میگیرد. استخر دو منظوره رفته از شیلات بگرفته که هم کشاورزی رونق بگیره و هم بتونه کسب و کار شیلات و درآمدزایی بشه. پارسال 12 میلیون ما سود کرده و امسال انشالله 18 تومن سود ما میشه. 4 هکتار ما زمین کشاورزی داره. بعد ماهی خب ورداشت منه، هم ماهی غزلالا را، هم ماهی کپور را. نسل جدید استخرها یعنی استخرهای 8 ضلعی هم پا به دشت سیستان گذاشت. استخرهای 8 ضلعی پرورش ماهی نسبت به استخرهای مستطیلی و استخرهای گرد تقریبا 4 تا 5 برابر افزایش تولید داره. با ایجاد این استخرها حالا پرورش ماهی در سیستان و بلوچستان به 5000 تن رسیده و تقاضای کشاورزان برای بچه ماهی فصل به فصل زیادتر می شود. در دو سال گذشته 2 میلیون بچه ماهی بوده که در سال جاری به 3,500,000 افزایش پیدا کرده که علت اون در اثر رونق پرورش ماهی در سطح استان بوده. این استقبال باعث شده به رغم خشکسالی جوانان بیشتر به رشته شیلات در زابل گرایش پیدا کنند. من کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان هستم. با حالا به مرحله پرورش ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی دشت سیستان برسند. دو گونه فیلم ماهی و قربون مراکز تکثیر در شمال کشور به مرکز تکثیر بازسازی ذخایر منتقل گردیدند. پس از 8 سال پرورش فیلم هایی به حروش 55 کیلوگرم رسید. به خاطر قابلیت های سیستان و بلوچستان در زمینه شیلات، این استان دو اداره کل شیلات دارد. اینجا دریای خزر نیست، اما شرایط آب و هوایی سیستان بسیار برای پرورش ماهیان خاویاری